بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام گرم خدا با تقدیم میکنم تمام شما دوستان نازنینم در هر جایی که هستین، جور صحتمند، سرحال و خوشحال و خندان باشین و این روز به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به تمامی شما دوستای عزیزم و امیدوارستم که مثل همیشه خوب و خوشحال و پر انرژی باشین. بله غزل جان، انشالله خودتم اما تو خوب و خوشحال و پر انرژی باشین. بله تشکر. ولی مریم جان، خودت گفتی سلامای گرم، خوشنده فصل گرم. من به خاطر از گرم گفتم که اینه که سلامهای صمیمانی خدا تقدیم میکنم. خب از اون نگاه، بله، از لحاظ صمیمانه گفتم. بله. که آب هوا گرم است مثل نارنجی واره. خوب است. من گفتم اگه هوا گرم است هم سلام گرم بدی، خلاص دیگه ما پخته میشیم. سلامهای صمیمانه مانا و دوستانی خدا تقدیم شن. بله بسیار هم خوب. خب دوستای عزیزم بسیار خوشحال هستیم که یک چهارشنبه دیگه با ما در برنامه هستین. بله. بر روزای چهارشنبه که بیشتریاشون میفهمن ما چی داریم. بله دوستای نازنین زیاد منتظر نمیمونن، برشان خوب است که بگویم. بله. بله. امروز ما در روزای چهارشنبه همگی میفهمن که ما ایتم یک سفر یک چکر داریم. بله. پس بیشتر دوستای ما رو منتظر نمیمونیم که فکر کنن امروز میخوایم در مورد کدام مسجد زیبا براشون صحبت بکنیم. بله. امروز میخوایم یک سفری بکنیم به کشور ایران و یک چکری بزنیم در کدام مسجد؟ در مسجد نصیرالملک. بله در مسجد نصیرالملک. امروز میخوایم ببینیم که مسجد نصیرالملک چه ویژگی هایی داره، چه چیزهای جالبی یا چه چیزهای متفاوتی نسبت به دیگه مسجدها داره که تا حالا ما نمیفهمیدیم یا شاید هم بیشتری ها میفهمیدن. بله. خب دوستای ما تا حال درباره چندین مسجد برشان معلومات دادیم، خیلی چیزها رو فهمیدن که کدام مسجدها در کدام کشورها قرار داره. بله. و امروز هم میریم طرف کشور ایران ببینیم که مسجد نصیرالملک چه ویژگی هایی خاص داره، چه زیبایی هایی داره. خب بهتر است که شروع کنیم دیگر. بله خوب است، بنظرم. بله. بهتر است که بیشتر از این دوستای ما منتظر نباشه. بله خب شروع میکنیم. مسجد نصیرالملک در کشور ایران است اما در شهر شیراز ایران موقعیت دارد و یکی از مسجدهای زیبای شهر شیراز است و همچنان میتونیم بگیم که یکی از مسجدهای قدیمی است، یعنی خیلی خیلی در سابق ساخته شده. بله و دیگه ای که بگیم که مسجد نصیرالملک یکی از مسجدهایی است که میگیم با شیشه های رنگیش و همچنین طاق های بلندش و همچنین یک ویژگی دیگهش که بود کاشیکاری های زیباش، میتونیم بگیم آرزوی هر گردشگری است که بتونه حداقل یک باری مسجد زیبا رو ببینه. بله و همچنان با وجود که مسجد دوستای ما در تصویر میتونن ببینن، تنها با رنگ گلابی ساخته نشده اما بیشتر از رنگ گلابی یا صورتی کار گرفته شده و مشهور به مسجد گلابی رنگ یا صورتی رنگ زیاد مشهور است. بله. که گردشگران، کسایی که میخواهید این مسجد برن سفر کنن ببینن از نزدیک، یعنی که محبوبیت و زیباییش خیلی زیاد کرده و مردم زیاد علاقه‌مندی هستن که از نزدیک مسجد ببینن که واقعا چقدر زیبایی خاص در داخل مسجد نهفته است. بله دقیقاً. و حتی هم بگیم که مسجد نصیرالملک از نظر کاشیکاری و همچنین انجینیری ظاهری از زیباترین مساجد کشور ایران به حساب میاد. خب نیست با گفتن ما هم نیست، دوستای ما وقتی تصویر ببینن واقعا میفهمن به خاطر چی مسجد ما قدر میگه مسجد زیباست، درسته؟ بله دوستای ما تصویر میبینن که واقعا خیلی 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 زیبا هست که حتی از تنها از خود کشور ایران بازدید کننده نداره، بلکه میتونه که از دیگر کشورهای خارجی هم در اونجا بازدید کنن، گردشگرانشان اونجا برن و عکس بگیرن و معلوماتشان اضافه کنن برای خود کشور خودشان. و همچنین میتونیم بگیم که این مسجد زیبا با وجودی که از بیرونش قدر هم زیبا نیست، ساده است، خیلی مثلا ببینیم که یک مکان مذهبی است، عادی است، خیلی معمولی است اما بلد. وقتی که داخلش بریم رنگ های بسیار زیبایی داره و تابیده، یعنی که شیشه هایش رنگی هست، از رنگ های مختلف ساخته شده، وقتی که نور خورشید به اون میتابه مثل رنگین کمان معلوم میشه. بله یعنی از بیرون ساده است ولی وقتی داخلش میریم تازه متوجه بلد. زیبایی هایش میشه. بله. خب دیگه ای که مریم جان خودت یادی کردی از این که میگن این مسجد مسجد گلابی هم هست، درسته؟ بله. پس یعنی اینم براتون بگم که گلابی ترین مسجد همین مسجد نصیرالملک است. خب در تصویر ما دیدن میتونیم بیشتر از رنگ‌های گلابی داشت کار گرفته شده. همچنین یک گپ دیگه هم در مورد مسجد نصیرالملک به تمام دوستای ما بگیم، یه است
که کسایی که صبح وقت میرن به دیدن این مسجد یا در کل صرف صبح میرن خیلی بیشتر میتونن زیبایی مسجد رو ببینن، چون که گفتیم این مسجد شیشه های رنگی داره، پس وقتی که نور به او بخوره دیگه واقعا از مقبولیش خیلی خیلی درجهش بالاتر میره. بله قصد جان، حتی امیال من که تصویرش رو میبینم دلم میشه که امیال دیگه این مسجد سفر کنه، برم از نزدیک ببینم که واقعا رنگایی که در او داخل مسجد است چقدر زیباست، مثل رنگین کمان وره است. بله، مریم واقعا خیلی مقبول است دیگه. دوستای ما کاملا در تصویر دیده میتونن که خیلی خیلی یک مسجد مقبول است، بخصوص وقتی که نور خورشید به او بتابه. بله، خب ما گفته بودیم که وقتی که از داخل میبینیم خیلی زیبا هست، اما بله. وقتی که از بیرون اگر ببینیم، دوستای ما در تصویر اگر ببینن از بیرون خود مسجد خیلی ساده و معمولی به نظر میرسه، اما داخل مسجد بسیار زیبا و بسیار رنگارنگ است که واقعا دل کس میشه که از صبح تا شام اونجا بشینه و فقط تماشا کنه مسجد. بله، و یک ویژگی خیلی مقبول یا یک ویژگی خیلی مهم دیگه که این مسجد داره چیست؟ فکر کنم دروازه اصلیش که ما داخل میشیم یک حوض خیلی کلان و یک حوض خیلی مقبول در اونجا ماندگی است که به خصوص در فصل‌های گرم مثل بهار و تابستان خیلی گلدانای مقبول که به نام گلدانای شمعدانی یاد میشن در دور و بر اون حوض ماندگی است که از مقبولی حوض میتونیم بگیم بیشتر میکنن، با اون حوض خیلی بیشتر مقبول نشان میده. بله، و یکی از ویژگی ها یا زیبایی خاص که در این مسجد نهفته است شبستان یا خوابگاه غربی است که یعنی میتونه برازم شبستان یا خوابگاه تابستانه هم بگیم. تابستانه به این معنا که در تابستان در کسایی که در اونجا بخوای بشینه بسیار هواش سرد است، یعنی که در تابستان قسم او مسجد در خوابگاه ساخته شده که هواش باز است سرد است، و در زمستان هم که باز ما در ادامه بر دوست خود میگیم که چه قسم است، اما این بسیار زیبا هست که از سنگ یا امزه سنگ چی میگن؟ گندومک ساخته شده که دوستان میتونن در تصویر هم ببینن گندومک چه قسم یک سنگ است. بله، ولی مریم جون یک قسمتی از یادت رفتا، میگیم که شبستان ها در کل دو تا هستن، یکی شبستان غربی است یکی شبستان شرقی است، درست است؟ که البته از مابین این دو تا شبستان غربی خیلی مقبول تر است. دوستای ما هم در تصویر دیده میتونن دو طرف که دو قسمت هست که سرش چه قسمه و توضیح بتم، سرش به صورت گرد گرد رقم که هست، البته بگم که او دو تا شبستان یکی سرش واز هست، باز مانده شده که ما بتونیم درست‌تر بتونیم داخلش رو ببینیم. این دو تا شبستان، یکی شبستان غربی است یکی شبستان شرقی، و از مابین از این دو تا مقبول ترین شبستان همین شبستان غربی است. بله، خب چون شبستان شرقی که در زمستان ساخته شده که کسایی که بخواد در زمستان اونجا برو بشینن این بله. هواش گرم است، اما شبستان تابستانه که است یا غریبی که است هواش بسیار باز است، خیلی سرد است، میتونه که کسایی که در تابستان اونجا برن اونجا بشینن. بله، و همچنین دیگه در مورد این شبستان غربی بگیم، این که میگیم تاق و دیوارای شبستان همین شبستان غربی البته با کاشیکاری های خیلی زیبا درست شده، پس شبستان نق نیست که میگن مقبول تر است نسبت به شبستان دیگه، چون از کاشیکاری مقبول ده و استفاده شده. و همچنین بگیم کف مسجد پوشیده از کاشی های فیروزه شکل است. خب ما مثلا تصور بکنیم گفتیم که کف مسجد فیروزه است، درست است؟ کلکینای رنگی هم که داره وقتی که از اون نور بخوره یعنی به راحتی همه نور شیشه کاری ها کاملا در روی خود همین کف مسجد دیده میشه، یعنی خیلی خیلی رنگ مقبول تر را به اونا میده. بله، دوستای ما میتونن تصویر هم ببینن که کفش کاشیکاری فیروزه‌ای است و وقتی که نور خورشید به شیشه ها میتابه چقدر مقبول میکنن. بله دقیقاً. خب مریم جان، توی قسمت برنامه رو در مورد این مسجد خیلی مقبول یعنی مسجد نصیرالملک با هم دیگه صحبت کردیم، ولی به نظر ما نوبت یک میان برنامه رسیده. بله، خب دوستای نازنین یک میان برنامه ببینیم، دوباره با ما باشین ببینیم که ادامه گپای ما چی خصوصیات دیگه داره مسجد، با ما باشین. خب دوستای عزیزم، تا قسمت برنامه را در مورد این مسجد خیلی زیبا توضیح دادیم، ولی در قسمت شبستان غربیش رسیده بودیم. در ادامه بگیم که شبستان غربی نمای خشتی قسم داره و همچنین که روی سقفش نقش گل و بوته و همچنین نقشه اسلامی و آیات قرآنی به خط خیلی زیبا هم به تماشا میآید، یعنی به چشم میآید. بله، و همچنین در ادامه یا در امتداد شبستان غربی یک محراب
در داخل خود مسجد بچه‌ش هم میخوره که محراب خیلی مقبول است، که کف این محراب با کمی پایین‌تر از شبستان غربی است که دوستان میتونن در تصویرم ببینن و همچنان با سنگ مرمر پوشانیده شده. بله، یعنی غزل جان تو میتونی ببینینه؟ بله، من میتونم ببینم، دوستای ما میتونن ببینن، خیلی خیلی مقبول است مریم. بله، و همچنان ما میگم که تنها این زیبایی ها خلاصه نمیشه به این قدر زیبایی هایی که می مسجد داره، اما رنگ هایی که ما گفتیم کف مسجد با کاشیکاری فیروزه یا آبی رنگ ساخته شده. بله. وقتی که نور از داخل پنجره ها یا اسکلکین ها یا شیشه ها به طرف همه کاشیکاری شده که میتابه، خیلی زیبا میسازه خود همین مسجد. بله دقیقا. و مریم جان دیدید مانده گفتم کسایی که میخواین از این مسجد بازدید بکنن بهتر است که صبح برن، درست است؟ بله. به خاطر که نور خورشید وجود داره و اگه بیشتری ها مثلا از طرف صبح برن، دوستای ما که در ایران هستن برن طرف این مسجد، متوجه یه چیز خیلی جالب میشن، متوجه بازار عکاسی بینندگان. مثلا همو کسایی که میاین بازدید کنندگان بگیم بهتر است، همونه که میاین طرف از این مسجد کنار ببینن، عکاسی که میکنن اونجا خیلی خیلی مشغول عکاسی میشن و از خیلی فضاهای خیلی جالب عکس میگیرن. حتی که چند وقت پیش عکاس ژاپنی یک مطلبی رو در مورد این مسجد نوشته کرده بود، خیلی جالب بود. من میخوام خودتون ببینیم که چیز جالبی گفته بوده. بله. میگه که این بنا برای آفتاب صبح ساخته شده، پس بعد از ظهر برای بازدید فراموش بکنید. این مسجد چنان حیرت انگیز است که گویا از دنیای دیگری است. ممکن است با دیدن درخشش این نور احساس کنید دستانتان به طور طبیعی در نماز به حالت دعا جمع می شود. شاید سازندگان این مسجد می خواستند ایمان خود را از طریق نور صبح نشان دهند که از روی این شیشه ها می درخشد. یعنی به طور خیلی جالب دمی متنی که نوشته کرده از تمام زیبایی مسجد گفته، درسته؟ بله، بسیارم زیبا گفته. خصوصاً یک عکاس ژاپنی واقعا خیلی زیبا گفته. بله، حتی دل ما میشه که وقتی بخیر ما تو بخیر رفتیم ایران از مسجد دیدن کردیم، باز ما میگیم که عکاس افغانستانی. بله بله، انشالله بخیر با امیدی که بریم. خب غزل جان، درباره که مسجد خیلی زیباست، مقبول است و به جای خاص داره گفتیم، اما ما باید بفهمیم که این مسجد به دستور کی ساخته شده؟ بله بله، به دستور نصیرالملک لقب میرزا حسن علی است. به دستور یادم ساخته شده که نفر یکی از بزرگان سلسله قاجار می باشن. بله. این در زمان سابق بوده، خیلی سابق سابق. و همچنان مساحت یعنی مسجد برابر است با 2980 متر مربع، یعنی که تقریبا 3 جره، بسیار مساحت بزرگ و کلانی دارن. بله. و دیگه ای که بگیم، مسجد نصیرالملک شیراز یکی از معدود مساجد جهان هست که طراحی داخلی چشمگیر او باش همین شیشه های رنگی که خیلی در موردش توضیح دادیم، این مکان را به یک اثر هنری درست کرده که واقعا خیلی جالب هم است. یعنی کمتر مسجدی میشه ما بگیم به نور بستگی داره که اگه نور بهش بتابه خیلی مقبول تر دیده میشه. بله، ما درباره نورش خیلی زیاد گفتیم که وقتی که مسجد که ما ببینیم، چون شیشه های رنگی داره، شیشه هایش هم رنگ آرنگ است. بله. زمانی که نور خورشید یا نور آفتاب او میتابه، همون رنگ ها رو به خود میگیره و رنگ آرنگ نشان میده و یکی از زیباترین یا ویژگی های خاص یک مسجد زیبا هست که دوستان میتونن که او را ببینن. بله. و دیگه ای که بگم، استفاده از کاشی های هفت رنگ و همچنین از کاشی های گره چینی زیبایی مسجد نصیرالملک چندین برابر کرده. این مسجد خودش مقبول بود ولی با استفاده از این کاشی ها مقبول تر هم شده. بله، و همچنین میتونیم بگیم که مسجد نصیرالملک دارای صحنه یا روی حوالی کلانی داره که دوستان میتونن. بله. در روی حوالیش هم ببینن. ما گفتیم که خیلی کلان است، یعنی تقریبا 3 جره بستگر. روی حوالیش هم بسیار کلان و زیبا هست که توسط انجینیرای ماهر و هنرای معماری بسیار زیبا ساخته شده، طراحی شده و همچنان میتونیم که و خیر وقتی که رفتیم از نزدیک بیشتر و زیباتر ببینیم. بله دقیقا. و دیگه ای که بگم، دروازه ورودیش. نوبت رسید حالا به دروازه ورودیش، ببینیم دروازه ورودیش هم مقبولی داره یا کنه. میگیم دروازه ورودیش دارای تاق خیلی بزرگ هست و همچنین سقف او را با کاشی های هفت رنگ زینت دادن، پس تمامی مسجد به داخلش خلاصه نمیشه. حتی از همین داخل که داخل دروازش از دروازش داخل شد، ببخشید،
از دروازش که داخل شه متوجه زیبایی های مسجد میشه. و دیگه ای که درهای ورودی مسجد دو تا هست، دو تا به صورت چوبی هست و همچنین که بگیم در بالای او از سنگ مرمر شعرهایی از شوریده شیرازی درست شده و در همون قسمت تزیین داده شده و همونجا نوشته شده. بله، ما پیشتر بر دوستای خود گفته بودیم که مسجد دارای دو خوابگاه یا شبستان است که یک شرقی و دیگه غربی هست که در اونجا در زمانهای سابق البته خفلن چون این موزیم است نه این مسجد با خاطر در زمان سابق هم طلبه ها وقتی که درس های دینی و مذهبی وقتی که میاموختن بازه اونجا زندگی میکردن یا اونجا بودن. بله مریم جان، خب ما در مورد این مسجد خیلی توضیح دادیم و آخرین گپی که در مورد این مسجد بگیم خیلی مهم هم هست، میگیم این مسجد مسجد موزه است، یعنی ام ازش به صورت مسجد استفاده میشه، ام موزه است به صورت ببخشید هم موزه یا موزیم به صورت دیدنی ازش استفاده میشه. خود نام موزیم دیگه معلوم داره است، هم مسجد است هم موزیم. بله، خب یک گپ آخر ما میبرد دوست خود میگم که این مسجد در سالها در یک سال مثلا نیم سال اول سال از ساعت 8 تا ساعت 4 بجای مسجد باز است و باقی مانده از نیم بعد تا آخر سال از ساعت 7 تا ساعت 4 نیم بجای باز است که دوستان میتونن که مسجد رو برن از اینجا بازدید کنن و همچنین در روزهای رخصتی هم باز نیست غزل جان. بله، پس به همین ساعتایی که مریم جان گفت همین بازدید کنندگان به صورت موزیمش که گفته میتونن تکت بخرن و داخل برن و اونجا رو ببینن. بل. خب دوستای عزیز ما امروز دا آیتم یک سفر یک چکر در مورد یک مسجد خیلی زیبا یعنی مسجد نصیرالملک به تمامی شما توضیح دادیم. بله، انشالله که معلومات شما هم خیلی زیاد شده باشه و خودتان هم بیشتر مطالعه کنین و انشالله که خواست خدا بود حتما یک چکر هم اونجا برین. بله، خب دوستای عزیز می بود از برنامه امروز ما، امیدوار هستم از برنامه امروز ما خوشتان آمده باشه. بله، تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان. خدا حافظ.